مدیریت نیروهای برونمرزی سپاه قدس پول زیادی طلب می‌کند و با وجود تحریم‌های گسترده انتقال این حجم از پول کار غیر ممکنی شده، اما جمهوری اسلامی ترفند جدیدی را به کار گرفته. یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی ایران به شرط آنکه نامش محفوظ بماند اطلاعاتی مبنی بر به خدمت گرفتن سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی از سوی بخشی از وزارت دفاع را به ایران اینترنشنال ارائه کرده. بنابر این اطلاعات این مجموعه ارز نیمایی را از طریق صرافی‌های مجاز دریافت می‌کنند، ارزی که باید هزینه واردات کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو برای ایرانیان شود، خرج هزینه‌های سپاه قدس در عراق و سوریه می‌شود. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد. از سامانه نیما که با هدف اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا و جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه راه اندازی شد، برای تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز سپاه قدس استفاده می شود. این اطلاعاتی است که یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی ایران در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده است. بنا به اظهارات این فرد، بخشی از وزارت دفاع برای دریافت ارز از سامانه نیما از نام و مدارک صرافی‌های مجاز استفاده می‌کند، قراردادهای سوری به بانک مرکزی ارائه می‌دهد و از این راه ده‌ها میلیارد دلار از پول‌هایی که باید برای تجارت در حوزه واردات مصرف شود را خرج نیروی قدس سپاه پاسداران می‌کند. استفاده از سامانه نیما در چنین حجمی به نرخ ارز آسیب چشمگیر می‌زند و باعث کاهش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و دارو می‌شود. به گفته این منبع آگاه، غلامرضا پناهی، معاون امور ارزی بانک مرکزی، از این قضیه آگاه است و حجت الله قریشی، معاون آماد و تحقیقات صنعتی وزارت دفاع و رضا قلی اسماعیلی از همکاران او در این وزارتخانه، دو مقام عالی رتبه ای هستند که به صورت مستقیم با صرافی ها ارتباط دارند. رضا قلی اسماعیلی فردی است که در دوم دی ماه 1385 و بر اساس قطعنامه 1747 سازمان ملل به خاطر ارتباطش با برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم شد. اسماعیلی مهر ماه سال جاری و بر اساس مفاد قطعنامه 2231 به همراه 22 مقام نظامی دیگر از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج شد. با این حال او هنوز نایب رئیس هیئت مدیره در شرکت صنعتی و بازرگانی سنام است تحت تحریم‌های قطعنامه 1747 سازمان ملل. در ادامه این اطلاعات آمده، قریشی و اسماعیلی ارز مورد نیاز سپاه قدس را از طریق صرافی‌های حکمت ایرانیان از زیر مجموعه‌های بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش جمهوری اسلامی با مدیریت ناصر محسنی، صرافی سید محمد مصنایی و شرکا، صرافی صدف اکسچنج و صرافی امید سپه از سامانه نیما دریافت می‌کنند. این مدیر بانکی میگوید دست کم سه شخص مرتبط با سپاه قدس در این ماجرا دست دارند: بهنام شهریاری مرالو، هوشنگ اللهدادی و مقداد امینی. از بین آنها مقداد امینی شناخته شده تر است. او شهریور ماه 1397 به خاطر ارتباطش با شرکت جهان عرس کیش در جریان تأمین مبالغ ارزی برای نیروی قدس و خدمات مالی به آن در کنار یک شبکه گسترده وابسته به بانک انصار متعلق به سپاه تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا از امینی به همراه 5 نفر دیگر و 3 شرکت که همگی تحریم شدند، به عنوان یک شبکه ارزی گسترده برای تأمین مالی سپاه پاسداران نام برد. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.